یعنی از اونجایی که گفتیم اپراتور باید بتونه تعیین کنه چه طبقه یا چه نوع برنامه یا چه نوع تنظیمات قبل تصویرگیری استفاده می‌کنه، اینجا RP2 نوع تصویرگیری بوده. ببینید تصویری که اینجا بوده ویدیوش 55 بوده و ترشودش 45. اوتورانو زدیم، آره یکو زدیم، گفتیم کدهایی رو که میگیریم از بالاترین طبقاتیه که در اینجا امکان داره در لکه رنگا باشه، یا اگر داریم داشتن اعداد بالا دست از این طبقات CNPN میایم بالاترین عدد رو میگیریم، 14-31 نسبت به بقیه است، یعنی خود 14-12 بالاتره و 31-27. خب این G4 رو که زدیم P100 رو دادیم، G4 از طبقه اون بود، P100 برای این بود که ببینیم بزرگ میشه کوچیک میشه در توان اون طبقه هست یا نیست، و بعد در این که طبقه بعدی که آشکار میشه 32-72 از H2 میزنیم، گفتیم اگر اینجا طبقتون این اعداد تو اونای دیگه بود اون طبقه رو انتخاب کنید، H2 اینو در نظر داشته باشید، اینجا خودش تو H2. خب 295 رو میزنیم که بخوایم ترکیبا رو همه رو جدا سازی کنیم. خب ما در اینجا گفتیم اعدادی داریم که کدهای متفاوتی به ما میده، در 55 که همون ویدیوهای 55ش بوده و 54 که نزدیک 55 اینجا چون 55 میده 54 مورد انتخاب قرار میگیره. اگه ترشولد با ویدیوهای نخونه یا ترشولد با انزه هدف نخونه امکان داره 54 بده، ولی در اصل اینجا هم 54 میده هم 55، میشه گفت ترشولد با اون سطح شاید نخونه، یا خیلی بزرگتر یا یه کمی کوچکتر از اون چیزی که در نظر گرفته شده. اینجا مشخصه وجود اون منبعی بود که ما داشتیم گرفتیم و گفتیم تو ویدیوهای 55-45. حالا اگه این ویدیوهای 55-45 باشه ولی منابع دیگه ای مثل اینها CNPN به ما بده، کدهای دیگه ای مثل اینا بده، ما میایم الان زینگو در نظر میگیریم. خب این طبقهش 7-15. خب اینو برمیگردونیم به عقب، میریم توی تصویر اولیه و اینجا 15-5-11. حالا اونجا بود چون اینجا الان اسکرول کاپ هم بهش اضافه شد، ولی ما اینو الان در نظر میگیریم. چیزی که در این طبقه مورد نظره برای تفکیک جدا سازیش اینه که ما الان میایم G3 رو انتخاب میکنیم، اونجا P4 بود دیگه، اونجا G4 بود چون این طبقه G4 عددش بود، الان اومدیم رو PNCNش انتخاب کنیم، یعنی یا همون CNPN. P100 رو بهش میدیم، بزرگتر میشه، واضح‌تر میشه و میایم 295 رو بهش میدیم، همون کاری که با اون عدده کردیم، یعنی P100 295 تو اون بود، تو اینم همونو پیاده میکنیم. بعد میایم CMش میکنیم و میایم کد عددیشو میگیریم. ببینید 70-75 اینجا طبقهش آشکار شد که وجود داره. این روش مال جاهاییه که شما ویدیوهایتون عدد دیگه ایه، ولی چون سیستم راداریه میاد این اندازه گیری میکنه و طبقات دیگر هم بهتون میده که امکان داره این موادی مثل برونز در اونجا وجود داشته باشه. کد 72 بازم هست و میبینید ما دو لکه از زینگو داریم اینجا. ببینید ما از زینگ 1-72 در اینجا داریم، یه دونه هم در گوشه است. این دو لکه اینجا حتی در این نوع تصویرگیری و جداسازی در طبقات هم ما داریم و میتونیم از طبقاتش استفاده کنیم و حتی تغییرم که میدیم اینها رو به طور طبیعی از P0 هم که استفاده میکنیم باز این عدده در اختیار ما قرار میگیریم.